والا اول که تحصیلات اولش این بود که از گرونی اول نمواد اولیه دو سوک شده این یک اوقع هر روز خودم فاکتور که تولیدی میاره یه قیمت داره اوقع آقایی که پشت تلفن میره صحبت میکنه میگه مثلا ما کنترل میکنم قیمت رو این توی کنترل میکنیم امروز یه قیمته الان بازوری بیه مغازه من رو نگاه کنی فاکتور رو بودن میدن 500 تا هم بازور رو گذاشتن روی هر جفت کارشون نمونش چسبه نمونش فومات فومی که الان متر 12 تا 13 تا شده 17 هزار تومان خیلی حرفه تو هر متری بشه 4-5 هزار تومان رو هر متر بخواد بخورن بکشن رو کارش خیلی حرف در میاد ولی از این طرف هم که مثلا ما فکر میکنیم این یارانه ها رو میدن در سوال مردم بازتر میشه میان بیشتر خرید میکنن ولی برعکس شد نه تنها نیومدن خرید نکردن بلکه زد بازار مردم اینم که بود بدتر شد حالا نمیدونم روالش به چه قراریه میخواد از کجا آب میخوره این فقط بازار از اون چیزی که بود افتضاح شد یعنی امسال کل بازار ما مختصر شد تو 20 روز یعنی تو این 10 ماه 11 ماهی که الان ما مشغول شدیم تو 20 روز ما بازار داشتیم اونم 20 روز شهریور بازارمون بود همین رو بستنم ابوج 26 دیگه خوابید تا همین الانش یه زنگ خورمون شده روزی 2-3 فروش کارمون شده 2-3 ولی که مثلا اون چیزی که من به قول جارو گفتنی من خلوش 1.5 میلیارد جنس تو مغازمه تو این مغازه که من مثلا جنس ریختم 1.5 میلیارد حتی دقیقا 100 میلیون من برگرده خیلی کمش درسته؟ وقتی که از این 1.5 میلیارد 10 هزار تومن 100 هزار تومن تو طول ما برای من برمیگرده که هر 10 هزار تومن 100 هزار تومنش یه فایده برای من در میاد چه فایده ای داره؟ چیزی بوده که زورکی این داختن گردن ماها گفتن 3% مالیات در افزوده درآمدتون که این داختن رو کارمون ما هم احتساب کردیم ما یکی دوش 2 هفته بازار تعطیل بود کسی بازار کسی کار نمی فروخت فقط کرکرش میداد میرفت داخل مواد کیکر رو میکشید پایین چراغاش رو روشن میدید همونجا کارهای دفتر دستکش رو انجام میده ساکریتاش رو نورمال میکرد میومد بیرون کارمون شده بود این نه جنسی میومد نه جنسی میرفت نه کاری انجام میدادیم نه خرید فروشی انجام میدادیم هیچی من تو طول روز 3 تا بیشتر فاکتور نمیبندم فاکتوری که باید من کمه کمه کم باید روزی یه دست فاکتورم تموم بشه با این مشتریه که من دارم با این همه تغذیه که میکنم شهرستانا رو باید جوابگو باشم با این سرمایه داشتم ولی متاسفانه هیچی جواب بر نمیگرده اون موقع هرکی هم دارم مثلا خیلی هستن دارن جمع میکنن خیلی از طول جیه هستن که علنن دارن میرن کار چینی میارن به نوعه خودم انسان 3 تا تولیدی هایی که مثلا تو کارشون رو تیراج بود بالای 1000 و 1300 و هر مدلشون رو میزدن الان جمع کردن خیلی راحت رفتن چین دارن کار چینی دارن نه الان پاساج ما پاساج جواهریانه شما یه دفعه مثلا بی تشریفی های پاساج ما خیلی مغازه داریم که مغازه داره فروشندن یعنی بازار خبری نیست مثلا من مغازه دار میگم میفروشم ملکمو بعد با این شرط کسی نیست بخره مثلا میدونید ما افت ملک هم داشتیم نه که تنها افت کاسبی داشتیم افت ملک داشتیم مثلا ما اینجا کسایی هستن که کار ملک انجام میدادن قدیمی ها این بازارن مثلا شما میتونید از اینا سوال کنید بگیم این مغازه 4 سال پیش چند بوده قیمتش الان چنده مثلا میگه 4 سال پیش میخریدن 200 میلیون تومان الان نمیخرن 150 میلیون تومان بازار به جای بردش افت کرده مخصوصا تو سمت ما یعنی خیلی از همین ما دوستامون هستن دقیقا همه این خود ما هست وقتی میگه مثلا هوا خراب باشه تو کل تهران خرابه دیگه یه نقطهش که خراب نیست ما هم بازار همینطوره دیگه وقتی بازار ما خراب باشه اون پارچه فروش فرش فروش یا نمیدونم صوتی تصویری اینا همه دست به دست هم دارن.